سلام، صبح خیر. آرزو میکنم که این هوای سرد آغاز فصل سرما را در کنار خانوادهتان در یک فضای گرم پر از محبت و صمیمیت سفری کنید. امروز خواستم بعد از دیر زمان سر بزنیم به ریاست عمومی پاسپورت تا در رابطه با چگونگی روند توزیع پاسپورت و ای که چه سهولت‌های در رابطه با روند توزیع پاسپورت ایجاد شده بدانیم. همراهیمون کنیم بریم به داخل ریاست عمومی پاسپورت و در رابطه با روند توزیع پاسپورت می‌دانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح همه شما بخیر. به اداره مرکزی پاسپورت و خانه خودتان خوش آمدید. همین کسایی که امروز وقت‌تر آمدن و ما برشان امر دادیم، رفتن بانک، پس آمدن، چند نفر از دست خود بالا کنن؟ کسایی که از امروز هستن. خب برادران، امروز امر گرفتین، امروز پیسه تان هم در بانک تاویل کردین، پس هم آمدین به ریاست پاسپورت، تا فعلا در جای شما رسیدین که کار شما تنظیم میشه. فقط یک سند بر شما میده، امی سند بر شما میده، امی سند میگیرین، بعد از 6 روز شما پاسپورت تان به دست میارین. ما از انتقاد نمیترسیم، باید جگرخون هم نشیم که چرا یادم انتقاد کرد. به خاطر که انتقاد سالم کشور می سازه، وطن می سازه، اداره را می سازه. و اگر تو انتقاد نکنی، ما از کجا بفهم که در کدام بخش در کجا چی مشکل موجود است؟ تمام ولایت 34 ولایت از این مرکز الحمدلله، بالخصوص ولایت هرات که جوانای ما آماده، خیلی الحمدلله شما خوشحالی آوردید که ما امروز به این پای میوب آمدیم، چون وردار و صف و یوسوس نداشتیم. الحمدلله همین چیزی که میفرمایید، ساعت 6 ما شما متوجه بودیم، به خدمت ما مردم بودیم. فرزندای شما کار داوطلبانه کرده، هر کارمندی که شما میبینین، هر کدام از این کم از کم 120 تا 150 نفر کارش انجام داده، در حالی که در سیستم فقط حق داریم که هر کارمند ما 50 نهایت 60 پاسپورت انجام بده. مریضا را در قدم اول عریضه گرفتیم. کسایی که در بین شما اگر مریض بوده باشه و ما عریضه اول گرفته باشیم، میتونه که دست خود بالا کنه. در بین شما کسی مریض نبوده؟ مریضا خلاص شد؟ هیچ نمان؟ برادرها و خواهرای عزیز، اصول مادمی است. اول از مریضا را ما انجام میتیم، مریض که خلاص شد پشت سر شعبه خانه ما مطلق جداست. یک سهولت دیگه هم ما در نظر گرفتیم که قبل از وقت است که ما برای شما بگویم، ولی دیگه شما باز مجبور نمیشین که بر ریاست پاسپورت به خاطر امضا کردن و به خاطر تعرفه گرفتن که در بانک برین. شما را ما کار را طور تنظیم میکنیم که شما از امو خانه تان راست بانک برین. کسی که پاسپورت میگیره راستن از خانه خود باز در بانک بره، از بانک پیسه خود تحویل کرده به ریاست پاسپورت بیا. یعنی به این مانا که ما سرزمی پروگرام هم کار میکنیم. باور به خدا کنین که ما در بخش پاسپورت یک انقلاب برپا کردیم. یعنی نسبت به گذشته 100 مرتبه، نسبت به 2 ماه پیش ما امیال 100 مرتبه ما خوب است. کنار من آقای سید عمر صبور، رئیس عمومی پاسپورت هستن و خیلی خوشحال از این هستم که بر ما فرصت دادن و زمینه عزیز را مساعد ساختن تا امروزشون صحبت ها را در رابطه با چگونگی روند توزیع پاسپورت و اینکه چقدر سهولت شده داشته باشیم. صبح شما بخیر و ایرا میگم که خسته نباشیم. بخیر باشین، تشکر.
زنده و سلامت باشین. هر سلام و ادب دارم حضور شما و همه عزیزای که صدای ما را میشنوند و دستن در کاران تلویزیون خورشید. زنده باشین. لطف کردین. بین رئیس صحبت ها را از اینجا آغاز میکنیم که چی سهولت ها یا چی تسهیلات در رابطه با روند توزیع پاسپورت شما جدیدن ایجاد کردین؟ از ابتدا تا حال دستاوردها زیاد است، پیشرفتها زیاد شده. اولی که یکی پخته که گفته مردم های وطنکی ما که ما تانستیم که پاسپورت قلمی را به پاسپورت کمپیوتری تبدیل کنیم و در اواخر در اداره مرکزی پاسپورت البته یک انقلاب دیگه برپا شد در بخش پاسپورت که نظام پاسپورت نسبت به گذشته کاملا تغییر دادیم و حال فعلا سهولت به حدی است که یک نفرمو فقط صرف بعد از اینکه از بانک میاد در یک شعبه داخل میشه و در نمو دفتر بایومتریکش هم گرفته میشه، در سیستم هم داخل میشه، اسنادش هم گرفته میشه و بعد از 5-6 روز که انشالله پاسپورت خود به دست میاره جلسات جریان داره که ما میتونیم که یک نفر دیگه باز اگر ما سیستم به خیر آنلاین بسازیم سر از این موضوع کار میکنیم. جلات ما وزیر سایم امور داخله دیروز هم ما را پذیرفته بود که راجع به پاسپورت معلومات خواست و در رابطه با فرم آنلاین هدایات خاص خود داشتن که انشالله زود خواهد بود که ما دیگه مردم به صفای طولانی باید پشت ریاست پاسپورت نباشه. ما سیستم طور تنظیم کردیم که اگر شخص صبور باشه یا نباشه این سیستم باید کار کنه. همشهری ما خبر نشن که باز بخیر ایج ازدهام بیشتر نشه. خب چی کار کردن که ازدهام کمتر شده و سهولتی که بیشتر ایجاد کردیم قسمی که دیدیم در رابطه با این؟ ما بیشتر خدمت شما عرض کردم که سرعت دیتابیز بالا رفته، در عین زمان دیتا انتری ما زیاد شده و در عین زمان کار کارمندا بسیار سهولت پیدا کرده در سیستم. از او خاطر و به سرعت هم کار کردیم. باور کنین که در این هفته که گذشت تقریبا 2 هفته را ما آمارش براتون بتم، همی کارمندا و همی مامورین ما که من ازشان سپاسگزاری میکنم، از فردشان سپاسگزاری میکنم، واقعا خدمت کردن، واقعا کار کردن، حتی شبا کار کردن، شفت کار کردن، شفت شبانه کار کردن، شفت روزانه کار کردن. در مجموع در حدود 30,000 پاسپورت ما تانستیم در 1-2 هفته صادر کنیم و تنها یک شب ما 15,000 پاسپورت صادر کردیم. پیام ما برای هموطنان عزیز ما ای است که دیگه زحمت نکشن که به کابل بیان. ما فکر میکنم که ما حال موفق شدیم که از ولایت هر قدر اسنادی که امور روز برای ما برسد از ظرف 2 روز یا 1 روز او را ما پرند میکنیم پس برشان روان میکنیم. ایره ما انشالله به توکل خدا و یاری حکومت وحدت ملی که اجرات ما رئیس جمهور سر از او بسیار زحمت کشیده و تاکید کرده و وزارت محترم مالیه سرش بسیار چیز کار کرده، ماشینای پرنت پاسپورت باید در افغانستان باشه و ما بتانیم که پلیکاربنیت پاسپورت صادر کنیم و در عین زمان ای پاسپورت یعنی چپدار باشه که تمام معلومات شخص باید در او عط باشه اضافه شود. نیاز آخری ما همی است که ما باید سیستم خود آنلاین بسازیم و به مردم خود بیشترین سهولت آماده بسازیم. سپاسگزاری میکنم. تشکر. انشالله با امید او روزه که دیگر هیچ هموطن ما به خاطر عکس پاسپورت در صف استاد نشه و قسمی که رئیس یادآوری کردن خدمات آنلاین به خیر آغاز شود و تا که بتوانند خیلی سهولت بر هموطنان ما ایجاد شود. ادامه برنامه صبح خورشید با همکارانم در استودیو.